سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از کاربران در وبسایت تکتیک سوال خیلی خوبی رو مطرح کرده بودن و خواسته بودن که توضیح بدیم چطور میشه استاد یا گرداننده میتینگ کاری کنه که تا قبل از ورودش، یعنی تا قبل از ورود استاد، سایر کاربران نتونن به میتینگ دسترسی پیدا کنن. خب توضیحش اینه که در صورت که گرداننده میتینگ، یعنی کسی که هاست رو داره مدیریت میکنه، با استاد متفاوت باشه، خب گرداننده میتینگ میتونه این کار رو انجام بده، ولی به هر حال کسی باید وارد میتینگ شده باشه که اون توقف ورود کاربران رو فعال کنه. خب چطور میشه توقف ورود کاربران رو فعال کرد؟ توی قسمت توی منوی میتینگ، وقتی که وارد میتینگمون میشیم، اینجا یه گزینه داریم به اسم Manage Access and Entry. خیلی آپشن های مختلفی به ما میده. مثلا ما میتونیم کلا ورود کاربران مهمان رو غیر فعال کنیم اگه قبلا به اشتباه توی تنظیمات میتینگ بازش گذاشتیم، یا میتونیم شرکت کننده جدید رو دعوت کنیم و بهش ایمیل دعوت بفرستیم، یا این گزینه ای که الان میخوایم صحبت کنیم در موردش. اگر این گزینه رو بزنم، میتونم یک پیغام اینجا بنویسم و به محض اینکه روی اوکی کلیک میکنم، دیگه هیچ کاربری نمیتونه بیش از این وارد این میتینگ روم بشه تا زمانی که دوباره این گزینه رو غیر فعالش میکنم. خب این میتونه مناسب سوال دوستمون باشه که تا قبل از ورود استاد این گزینه رو فعال کنن، ولی باید گرداننده میتینگ این گزینه رو فعال کرده باشه و نمیشه به صورت اتوماتیک این گزینه فعال باشه. گزینه دیگه ای که داریم، یه زمانی هست میدونید که کلا کنترل دسترسی به میتینگ ها بر اساس تایمی که تعریف میشه. مثلا شما تعریف میکنید که یک میتینگ روزانه از ساعت 8 صبح تا 10 صبح فعال باشه. خب وقتی که تعریف میکنید این میتینگ روزانه از ساعت 8 صبح تا 10 صبح فعاله، دسترسی به اون میتینگ قبل از ساعت 8 ممکن نیست، بعد از ساعت 10 صبح هم ممکن نیست، ولی ممکنه شما یک میتینگ 8 تا 10 داشته باشید و به وسطش به هر دلیلی بخواید تایم اون میتینگ رو سیف کنید، یعنی تایم اون میتینگ رو نگه دارید. اون موقع است که از گزینه دیگه به اسم Place Participants on Hold استفاده میکنید. Place Participants on Hold کسانی که داخل میتینگ هستن رو نگه میداره، هر کس که تا الان وارد شده، ولی به صورت موقت دسترسی بقیه رو بلاک میکنه یا لاک میکنه و کاربران تقریبا توی میتینگ نمیتونن کاری انجام بدن تا زمانی که این پلیس آن هولد برداشته بشه دوباره، و میتونید اینجا پیغامش هم تنظیم کنید. این دوتا گزینه ای که در این زمینه در اختیار شما هست. گزینه های دیگه ای هم داره، اوتو پروموت پارتیسیپنس تو پرزنترز، که هر شرکت کننده ای رو که وارد میشه تبدیل به پرزنتر میکنه، بهش دسترسی پرزنتر میده، یا اینجا میتونید HTML کلاینت رو برای کاربرا فعال و غیر فعال کنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. برای حمایت از ما لطفا کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید.